با سلام خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش جاوا اسکریپت. در این جلسه میریم سراغ همون حلقه های مبحث درون حلقه هست به اسم شکست حلقه. یعنی یه زمانی پیش میاد که میخوایم حلقه رو سر به خاطر یک اتفاقی دورش بزنیم، دیگه نمیخوایم حلقه ادامه پیدا بکنه. یک مثال ساده میزنم، ما اینجا حلقه میسازیم، میگیم که از 0 تا 100 جلو بره. خب میگیم که وقتی رسید به عدد 25، if بخشید بگیم اینا رو بنویسه. خب میگیم که با console.log میگیم که مقدار i رو تو خروجی بنویسه، و اینجا میگیم که وقتی if i برابر بود با 25 break این کلمه کلیدی باز میشه، فقط هم درون حلقه کاربرد داره. باز میشه که حلقه بشکنه، استران یعنی حلقه خاتمه پیدا کنه و بیاد به خط بعد از پایان حلقه. خب این پایان حلقه است، میاد یعنی میاد کنسول.دات فینیش فور لوپ رو مینویسه. این عبارت رو برای ما چاپ میکنه، اینجا من چی هم بهش بدم. خب پس گفتیم که کلمه کلیدی break باعث میشه که حلقه استراحت خاتمه پیدا کنه. حالا اینجا شرطی که من گذاشتم شاید این بیمعنی به نظر بیاد برای شما، ولی خب میگم فعلا این چیزایی رو که داریم میگیم سعی کنید تمرین کنید، یاد بگیرید. جلوتر که بریم یکم جاوا اسکریپتتون بهتر بشه، میریم سراغ پروژه عملی و مطمئن بشید پروژه عملی خیلی خوبی رو من واسهتون در نظر گرفتم، تا جاوا اسکریپتتون خیلی خیلی و خیلی بهتر بشه. جاوا اسکریپت فقط با پروژه عملی هست که آدم میتونه خوب یاد بگیره. خب ولی چون اینجا در ابتدا هستیم، یه سری به قول معروف نمونه های آبکی به قول خودمون معمولی من به کار میبرم، چون دوستان هنوز برنامه‌نویسیشون به اون حدی نرسیده که من میخوام به قول معروف مثال های پیچیده به کار ببرم. ولی خب موقعی که تو نمونه های عملی به جلو بریم و ببینید که همین کلمه بریک بسیار کلمه مهمی است. زمانه پیش میاد که ما میخواییم تو حلقه اگه یک شرط خاصی اتفاق افتاد حلقه ادامه پیدا نکنه، حلقه اصطلاحاً بشکنه و بره به خط بعد از حلقه. خب پس میبینیم که بعد کلمه بریک، من اینجا شرطی که گذاشتم گفتم اگه آی 25 بود پس این حلقه چی میشه؟ این حلقه ما داریم بهش میگیم که از 0 شروع کنه تا 100 جلو بره و آیو بنویسه. وقتی برسه به 25 دیگه جلو نمیره، چون من بریک رو گذاشتم، شرط گذاشتم، گفتم اگه 25 بود بریک بشکنش. این رو رفرش میزنم صفحه رو من. اینجا حلقه مثلا یک خطای اینکاری درونش هست، ببخشید شرطش اشتباهه، موقعی که آی کوچکتر از 100 باشه ببخشید. حالا بزنم ببینید تا 25 میاد و بعد بینیسه فینیش فول روب. پس همونطور که دیدید اگه بخوایم به قول معروف میتونم اینو بذارم بعدش که دیگه خود 25 رو شاملش نشه، کنسول دار لگو میذارم بعدش که خود 25 شاملش نشه، تا 24 میاد، به 25 که میرسه حلقه میشکنه. این یا مورد هست این جلسه همون کوتاه، فقط در مورد دو تا چیز کوچولو با هم صحبت میکنیم. یک کلمه دیگه هم هست به اسم کانتینیو باز نمیشه حلقه بشه، حلقه رو استران دستورات و بعد و ادامه نمیده. موقعی که برسه به کانتینیو استران حلقه برمیگرده از اول شروع میشه. اینجوری میبینید. خب ماجراش چیه؟ اینجا از 0 تا 100 رو میخوایم مثلا بنویسه، وقتی میرسه به 25 خود 25 رو رد میکنه، حلقه ببینید نمیشکنه، فقط ردش میکنه. یعنی دستور از اینجا بعد از کانتینیو دیگه اجرا نمیشه، دوباره برمیگرده میاد اول فور و شروع میکنه به، یعنی نه اینکه صفر بشه ها، فقط همون یه دونه رو رد میکنه، همون یه دونه عدد رو رد میکنه. حالا من اینو میزنم ببینید میام بالا 24 داشته باشید، 24 نمید، 25 نداریم، 26 شده. اینو بزرگش میکنم که راحت تر ببینید. من پایین اینجاست، ببینید 24، 25 نداریم، ردش کرده. یک مثال ساده تر میگیم که اگه آی مود 5 بود برابر 0 بود، خب میگم ضریبای 5 رو تو چاپ نکنه، میخوایم عدد بین 0 تا 100 رو چاپ کنیم، فقط میگم ضریبای 5 رو چاپ نکنید، یعنی 5 10 اینا رو چاپ نمیکنه واسمون.
دفعش میزنم همونطوری که میبینید، ببینید 5 نداریم، 10 نداریم، 15 نداریم، کانتینیو یعنی رد، اصطلاحا رد میکنه میاد اول. بس بریک چیکار میکرد؟ حلقه رو میشکست و کانتینیو یعنی خاتمهش میداد، حلقه رو خاتمه میداد، ولی کانتینیو حلقه رو خاتمه نمیده، فقط همون یه دونه رو رد میکنه، یه دونه به شما این شرط رو اجرا میکنه و دوباره حلقه ادامه پیدا میکنه. خب این هم از این جلسه مون. امیدوارم که این چیزایی رو که میگم تمرین کنید، خوب یاد بگیرید. گفتم که اینا رو سعی کنید فعلا با همین مثال های معمولی تمرین کنید، یاد بگیرید، چون الان اول برنامه نویسی هستید و من نمیتونم مثال های پیچیده به کار ببرم براتون، ولی مطمئن باشید که در آینده با همین استفاده از همین چیزهای معمولی، همین کلمه بریک، کانتینیو، همین حلقه فور، شروط ایف، یا مثلا کوچکتر بزرگتر، همین دستورات ریاضی، اینا رو همه رو با هم ترکیب میکنیم و برنامه های پیچیده و خیلی جالبه می‌نویسیم.